الو پرل، تونستی با سلین تماس بگیری؟ نه نتونستم عزیزم. منم مجبور شدم بدو بیام دفتر، ولی سر کن، من نمیفهمم این دختره بدون خبر دادن به کسی کجا میتونه رفته باشه. باشه، اگه چیزی شنیدی به هم خبر بده. باشه باشه عزیزم، تو هم همینطور. ادا امه جون. عزیزم من الان میخوام ازت یه سوالی بپرسم، تو بگو آره یا نه. تو میری ایتالیا؟ آره. یعنی منصرف نمیشی؟ منصرف نمیشم، میرم. خوبه، خیلی خوبه. چرا پرسیدی؟ هیچی، میخواستم لباسای زمستونی تو در بیارم، گفتم با توجه به اون در بیارم. تو میخوای یه چیزی به من بگی؟ آره میخوام. آها خب بیا. ولی عمه خیلی دیر شده، من خیلی خوابم میاد، بعدن حرف میزنیم. باشه خوشگلم، بعدن حرف میزنیم. باشه، شبت بخیر. شبت بخیر. میبینمت. الو چی کار میکنی؟ تونستی با عمت حرف بزنی؟ با دخترها حرف زدم، به اونا گفتم، ولی هنوز جرأت گفتن به عممو ندارم، ولی یه راهی پیدا میکنم. خوبه، خب چی کار میکنی؟ هیچی، داشتم یه چیزایی رو تصور میکردم. خیلی خوبه، میشه بهم بگی؟ نه نمیتونم. تو چی کار میکنی؟ منم دارم یه چیزایی رو تصور میکنم. تو اصلا چیزی تصور میکردی؟ شبت قشنگ ادایل دست. شب خیر سرکان بولت. سلین؟ سرکان خیلی ببخشید که این وقت صبح اومدم. اشکالی نداره، بیا تو، من معذرت میخوام. حالم خیلی بده. باشه بیا بشین، بیا بشین. خوبی؟ ببین سلین، من خیلی اشتباه. سرکان من اشتباه بزرگی کردم، فرید منو واقعا دوست داشت، اما من کاری کردم که هر دومون ناراحت بشیم. میخواستم یه زندگی جدید رو شروع کنم، ولی هیچی دیگه ندارم، همه چیزو از دست دادم. اینجوری نگو، همه چی از دست ندادی. دوستات هستن، شرکت هست، هنوز خیلی کارا داریم تو شرکت با هم بکنیم، به خاطر همین همه چیز رو از دست ندادی. سرکان من سهامم رو به فکمان فروختم. چی کار کردی؟ 5% برای خودم نگه داشتم، 45%م به اون فروختم. سلین تو میفهمی چی میگی؟ درصد سهامتو فروختی؟ یعنی واسه چی این کارو کردی ها؟ چون که باید ازت دور میشدم. سلین واقعا راه چاره این بود که سهامت رو بفروشی؟ من سرکان، من اومدم که باهات حرف بزنم، غرورم و زیر پا گذاشتم تا بهت بگم اگه لازم باشه حاضرم از فرید دست بکشم، ولی تو حتی به هم نگاه نکردی. میشه خودتو بذاری جای من؟ آره باشه، حق داری، میتونم درکت کنم. عصبانی نشدی؟ اشتباه از منه.
واقعا میتونم درکت کنم. یه روزی شروع کردن، یه زندگی جدید حق هم است. من سعی کردم با فرید زندگی جدید رو شروع کنم، اما نشد. بازم از تو معذرت میخوام. نیازی نیست. واقعا عذر میخوام، نباید این وقت صبح میومدم، ولی واقعا جایی نداشتم که برم، نمیدونستم باید برم پیش کی. نگران نباش، الان اینا اصلا به این چیزا فکر نکن، باشه؟ هر چیزی یه راهی داره، باید این مشکل رو حل بکنیم با هم دیگه. به خاطر همون تو الان استراحت کن، باشه؟ من میخوام برم بیرون و یکم ورزش کنم، باشه؟ الان یه چیزی برات میارم بخوری. آقا سرکار، یه ساعت و نیم تموم شد. ممنونم سیفی. اون شوره است؟ چی؟ میگم اونی که روشونتونه شوره است؟ شوره؟ امکان نداره، رفته بودم پیش اسپا، شاید به خاطر اون باشه. بی خیال، بسیار مهمه بهداشت، خیلی مهمه. از خجالت دوست دارم زمین دهن باز کنه برم توش. کسی که سهاممو بهش فروختم یکم دیگه میاد، خیلی پشیمونم. سلین تابلو نکن، اگه بفهمه پس نمیده. برنامه اینه؟ پس گرفتن سهام؟ آره. تو اینجا چی کار داری؟ اومدم چون که مشاور اف آکمانم، اون ازم خواست. من اینجا نمیمونم، میرم. فرید، دلیلت هر چی که میخواد باشه، کاری که دیروز کردی اشتباه بود. چطور میتونی بیای اینجا؟ سلین دیشب خیلی بهت زنگ زدم ولی گوشیت خاموش بود. واسه اینکه سر میز عقد ترکم کردی خیلی ها به هم زنگ زدن، خبرنگارا، روزنامه نگارا. آره، بازی مشکل رو به درستی پشت سر گذاشتی، به تبریک میگم. تو چطور میتونی بعد از کارایی که کردی با من اینجوری حرف بزنی؟ سلین باور کن، این که امروز اینجا باشم آخرین چیزیه که تو این دنیا میخوام، اما به خاطر هولدینگ یه کاریو شروع کردم. چه کاری؟ کدوم کار؟ من همه سهاممو به خاطر ازدواج با تو فروختم. سلین، تو به خاطر این سهام تو فروختی که دوست داشتی سرکانو ببینی و هر لحظه کنارش باشی، مگه نه؟ ها؟ یه روز قبل از عروسی که خانواده منتظر بودن، تو اومدی اینجا و با سرکان حرف زدی. سلین، من اون روز اینجا بودم، همه ی حرفاتونو شنیدم. سرکان، من همه ی جسارتمو جمع کردم تا باهات حرف بزنم. گفتم اگه تو بخوای حاضرم از فرید جدا بشم. ادا اومد پیشم گفت که ما یه قرارداد داریم، سرکان عاشق توه. تو به هم گفتی منتظر باش میام. منتظر موندم، ساعتها منتظر موندم، اما نیومدی. سلین، من واقعا عاشقت بودم. من خیلی عاشقت بودم، با اینکه میدونستم تو یکی دیگر رو میخوای. سلین، من فکر کردم میتونم که خوشحالت کنم یا اینکه خوشبختت کنم، اما نتونستم سلین، نتونستم، نمیتونم.
آره میدونم اون اشتباه بزرگی بود که سر سفره عقد انجام دادم و ازدم معذرت میخوام سیلین. اما این که ترکت کردم اشتباه من نبود. خودت اینو خیلی خوب میدونی. هر کی یه حد و مرزی داره، حد و مرز منم اینه. باشه باشه، تو نگران من نباش. آیدا، نتونستم به سرکان بگم. نه وای آلتاگین، کم مونده بود به خاطر اینکه میخواستی بگی بمیری. هنوز داری به این فکر میکنی؟ اما سرکان باید بدونه. نه نمیشه، نمیخوامم دوباره اون استرسو بکشی. بعدم اگه بفهمه میونتون خراب میشه. من حلش میکنم. چجوری میخوای حلش کنی؟ با روشای خودم. لازم نیست هیچ کدوم بدونن، تو بذارش به عهده من. اما مسئولیت این کاری که کردم. آلتاگین، بحث تموم شد. گفتم من حلش میکنم، تو به فکر خوب شدن خودت باش لطفا. باشه باشه، هرچی تو بگی. خب 5 دقیقه گذشت. اگه آقای افه تا 5 دقیقه دیگه نباشه جلسه کنسل میشه. لیلا لطفاً به دم در بگو راش ندن. حتما. خیلی ممنون. میخوای شریک هولدینگ و داخل را ندی؟ صاحب این شرکت منم. اگه افه آکمان دلش میخواد باز جلسه بذاریم، میره وقت میگیره. چقدر امروز خوشگل شدم. نه گوش فراها چه خوشگله. آقای افه دیر کرده. آقا سرکان اصلا تحمل وقت نشستی رو نداره. از الان از افه متنفر شده. چیزی نشده که، فقط 5 دقیقه دیر کرده. زمان یه چیز نسبیه. مثلا ما میگیم 5 دقیقه، اما به نظر اون 45 دقیقه شده. بله داستان میشه. سرکان از انتظار کشیدن متنفر. نه بابا، شوهر خواهرم از این کارا نمیکنه. نمیکنه خب ای بابا. نمیکنه. آره آره. خب تمام. یعنی واقعا نمیتونی بیشتر از این صبر کنی سرکان؟ صبر. این کلمه جزو واژگان روزمره من نیست فرید. باشه. افه داره میاد. افه هم پهلوانی بوده واسه خودش. لیلا. آقای افه خوش اومدین، من لیلا هستم. سلام لیلا. یکی از شرکای شرکت پریل خانم. پریل. سلام پریل خانم. منم خوشبختم آقای افه. باز میخوام، یکم دیر کردم. تو فرودگاه یکم ترافیک سنگین بود. هواپیما نمیتونستن تو پیست بشینن. خواهش میکنم، خوش اومدید. آدمی زاده دیگه. لیلا. پریل خانم. آقای فرو به اتاق سرکان راهنمایی کن. با بچه هم آشنا کن. بازم خوشبختم، میبینمتون. منم همینطور. بفرمایید، اینجا سالن مشترکمونه. نکنه این که داره میاد سمتمونو به همه سلام میده رئیس جدیدمونه. اینو ببین چه خوشتیپه. اردم، ادا، ملو. آقای افه سلام. سلام ملو. سلام. من ملک هستم، اما دوستان ملو صدا میکنن، اصلش ملکه. پس منم صدات میکنم ملو. باشه، بگین ملو. سلام به شما، افه هستم. ادا. افه ادا، به یاد آوردنش اصلا سخت نیست. سلام. سلام رئیس. لطفا به هم نگو رئیس، بگو افه. رئیس افه. سلین خانم اینا اومدن. آقای افه. سلام سلین. سلام، خوش اومدی. فری چه خبره؟ سلامتی، خوش اومد. ممنونم.
آقا سرکان نیستن؟ سرکان یکم صبرش تموم شده. این دوستمون یکم دقیق هستش اما به نظرم حق داره. منم از اینکه منتظر بمونم خیلی متنفرم. حالا یه کاریش میکنم تو منو ببخشه. میبینیم. سلام. سلام آقا سرکان. خوشحالم که باهاتون آشنا شدم. خوش اومدین. ممنونم. بریم به اتاق؟ شما برید منم الان میام. دوستان من به من میگن افاکمن. از این به بعد قراره با هم کار کنیم. واقعا بی صبرانه منتظرم که باهاتون کار کنم. مطمئنم با هم کارهای خیلی مهمی انجام خواهیم داد. اون داخلی موضوع خیلی جدی است که باید حلش کنم. پس بعداً مفصل حرف میزنیم. میبینمتون. میبینمتون رئیس. منم همینطور. میبینمت کت قهوه‌ای. چی خوب قهوه‌ای بود دیگه؟ آیدا خانم الان از پیش آقا آلتکین اومدم این ور تنها میتونیم حرف بزنیم. به آلتکین چی گفتی؟ چیزی که نفهمید. نه هیچی نگفتم. گفتم میرم قهوه بگیرم. هیچی نفهمید. خیلی خوب. الان ازت میخوام واسم یه کار دیگه ای انجام بدی. گوشم با شماست. باید در مورد ادا پرسجو کنی. ولی من که در مورد ادا پرسجو کردم. من یه چیز مشهودتری که بشه باهاش کاری کرد نیاز دارم. آیدا خانم شما دوست دارید چی بشنوید آخه؟ این که ممکنه ادا در حال انتقام گرفتن از سرکان باشه. اگه همچین کاری بکنه چی؟ فعلا بی خیاله اون. تو واسم اطلاعات بیار. من این کارتون رو اصلا تایید نمی کنم. تو کاری که گفتم انجام بده. ببین اینا کی و کجا با هم آشنا شدن. سرکان یه بورس داده بود که کنسلش کرده. بفهم اینا دلیلش چی بوده. خوب برام پرسجو کن. لازم شد برو از دانشگاه بپرس. سیفی لطفاً. باشه، یعنی نمیتونم باهاتون مخالفت کنم. این کارو میکنم. باشه. منتظر خبرت هستم. داره نگاه میکنه. گوشیو بده من. اونجا رو نگاه کن. گلا رو نگاه کن. گلا رو. گل اینجا نیست که. فیفی که اصلا نگاه نمی کنه. تو منو گولم زدی. قرار بذاریم. چی کار کردی ملو؟ دیگه وقتش بود. گفت باشه. حالا من چی کار کنم؟ همه چیو میفهمه. نترس، هیچ کاری نمی کنی. باید خودت باشی. یکی از دوستام اینو به هم گفت. آروم باشی. پس ادا و سرکان نامزدی قراردادی دارن؟ آره دقیقا. من تو الان فکر میکردم این چیزا فقط مال تو فیلم هست. سرکان آدم عجیبیه. به نظر من انتقال شرکت به دفتر معماری یه چیز موقتی به حساب نمیاد. نمیدونم وضعیت سلامتی آقا آلتکین اجازه میده دوباره برگرده سر کار یا نه. برای من که مشکلی نداره. فقط باید با روند کار یکم بیشتر آشنا بشم. کی چه پستی داره و کی برای کی کار میکنه؟ یا اینکه از کی چی سوال بپرسم و چی میتونم بگم؟ خب قضیه اینه. سلین کارهای روابط عمومی شرکت و دفتر معماری رو انجام میداد. اگه با هم ازدواج میکردیم همه روابطی که با سرکان داشت رو قطع میکرد چون اونا با هم دوست بودن. یه لحظه. ببینم سرکان و سلین قبلا با هم دوست بودن. من یکم گیج شدم. منم چون نمیخواستم توی شرکت به اسم داماد ازم یاد بشه به پروژه‌ای که با تو داشتیم تکیه کرده بودم. ولی اوضاع که اینجوری شد گیر کردم. نمیتونستم هم کارم رو ول کنم. ازت واقعا ممنونم که راهنماییم کردی. این چه حرفیه؟ برای منم خوبه چون اینجوری دیگه وقت نمیکنم به خیلی از چیزا فکر کنم. ادا برای دفتر معماری یه کارمند خاصه. اینو متوجه شدم. ببینم ارتباطی با شرکت داره؟ نه، اون رو کار خودش تمرکز میکنه. یعنی خیلی باهوش، کوشا، خلاق و آدم خوبیه. فهمیدم. میدونی خیلی فضای پرتنش و طوفانیه. اما علی‌رغم این کارای خیلی پرسودی انجام میشه. شاید دلیلش هم همین باشه. این یه واقعیته چون سرکان از مشکل و بحران تغذیه میکنه. از همین الان یه نقطه مشترک پیدا کردیم. خوبه. برای همچین جزئیاتی بهت نیاز دارم فرید. من در خدمتم. خیلی خوب. زود باش. بری. بودا. خب هنوزم مصممی که به هم نگی؟ فعلا آره. یکم هضمش کنم. باشه.
خاموش شد انگین. حتی سرکان ربات هم دست دوست دخترش رو گرفته اومده دفتر. تو به خاطر یه بوسه رفتی یه کشور دیگه؟ چیه؟ به خاطر تو جلوی همه کارمنده شرکت آبروم رفت. واقعا دارم دیوونه میشم. در مورد اینا حرف میزنیم انگین. اومدی حرف میزنیم. آقا انگین اگه یه ذره عقل داشته باشه دیگه بر نمیگرده دفتر. یه ذره هم از روحیه یه زنو سر در نمیاری. هیچی نمیدونی. هیچی. چه ربطی داره؟ پیلیل چه مشکلی داره؟ عصبانیه. مثل همه عصبیه. لیلا ببینم تو عصبی هستی؟ گفت لیلا. اسمم هم میدونه لیلا. نه من نه عصبی نیستم. نه لیلا جان هیچ وقت عصبانی نشو. ما رئیسا بدون دستیارامون هیچ وقت هیچی نیست. مثلا من بدون دستیارم مثل یه گیاه میمونم و از جام نمیتونم تکون بخورم. چه بامزه. خیلی لطف دارین. خیلی ممنونم. مرسی. ادا؟ بله. یکم با هم کار کنیم؟ باشه. یه چند تا طرح هست که باید نشون بدم بعدش میام. باشه. کلن مراقب خودت باش. مراقب باش یا بله. میدونید که آقای انگین یه مدت دوباره خارج از کشور خواهد بود. هر مشکلی پیش اومد میتونید به من زنگ بزنید. خواهش میکنم. ممنونم. روزتون بخیر. آقا سرکان روز شلوغی داریم. جلسه شرکت و جلسه پروژه فرودگاه با هم تداخل دارن. دزم باید بودجه شرکت رو بررسی و تایید کنید. ولی به غیر از اون بودجه‌های زیادی رو باید بررسی و تایید کنی. یعنی من دیگه نمیدونم چیکار باید بکنی. نوبتی بفرست لیلا. باشه. چیزه پیریل خانومم یکم دیوونه شده. یعنی نمیدونم چجوری میتونیم از پس این همه کار بر بیاییم. دیگه باید به دو قسمت تقسیم بشیم. اگه لازم باشه به دو قسمت تقسیم میشیم لیلا. باشه. خانم سلین تو اتاقشه؟ بله اینجاست. تو اتاقشه. باشه لیلا یه برنامه خیلی خوب برام آماده کن. اگه لازم باشه تو 24 ساعت باشه، برنامه هم رو پخش. برنامه ریزی میکنم. بسیاره. و این که نظرت در مورد افت چیه؟ خوشتیپه. وقتی میگیم خوشتیپ عصبانی میشین. آدم راحت، مؤدب و باهوشیه. نقطه منفی داره؟ خب هنوز پیدا نکردم. ولی گفت اگه دستیارا نباشن رئیسا هیچی نیستن. اون گفت، من نگفتم. باشه. قضیه دفتر و خونه رو حل کردی؟ بله آقا سرکان. عالیه. میتونی بری. ممنونم. آقا سرکان، در هر صورت هر اتفاقی هم بیفته من دوست دارم با شما کار کنم. زیاد مطمئن نیستم ولی ممنونم. پارسال وقتی عملم کردن شما بیشتر از همه به هم زنگ زدین و حالمو پرسیدین. به خاطر من بهترین دکتر رو آورده بودین. باشه لیلا. بعدش هم میدونم اون خیر مخفی که هزینه های تحصیل خواهرمو میده شما هستین. میدونم. همه میدونن. چقدر خوبه که هستین. ببخشید اگه چیزی لازم شد من اینجا. براتون ایمیل کردم. نگاه کنید بعد به هم خبر بدین یا خودم بهتون زنگ میزنم. فعلا این نیست. پس کجاست؟ این احتمال اینجا نیستن. جانم ادا، من یه قسمت از پروژه گلفو تموم کردم. اگه میخوای نگاه کن. ادا من سرم خیلی شلوغه. میشه بفرستی برای آیدل خانوم؟ باشه، مشکلی نیست. ادا
میخوام یه چیزی بهت بگم، ولی لطفاً ناراحت نشو. تو دو ماه اینجا میخوای چیکار کنی؟ یعنی میبینی هممون مشغولیم، داریم دیوونه میشیم. مگه قرار نیست تو بری؟ برای این چی هنوزم اینجا کار میکنی؟ چه میدونم، با خودم گفتم که با کار کردنم بهتون کمک کنم. من درکت میکنم، اما برای بهتر بودن پروژه باید بسپرش به دست آیدل خانوم. یعنی آخه نمیشه کاریو ناقص انجام بدی، یا باید کلش انجام بدی یا کلا دستش نزنی. من به خاطر حرفه‌ای بودن کارمون اینو بهت میگم. آره حق با توی، دارم همه چیو به هم میریزم. ادا بیا نگاش کنیم. لازم نیست، ممنون. حلکی ناراحتش کردم، وای چی کار کنم. خب ببین سلین، من واقعا به تو احتیاج دارم، واقعا نمیتونم بدون تو انجامش بدم، از پسش بر نمیام. قراردادها، چه میدونم، پیشنهادهای کاری، اینا رو تو فقط میتونی انجام بدی. به کمکت احتیاج دارم. ایدا، دو تا قهوه گرفتم برای جفتمون. اونا چیه دستت؟ ممنونم، طراحی پروژه گلفه. میتونم نگاشون کنم؟ البته. باشه، ولی افه و فریدو بفرست برن از اینجا سر کن. من ناراحت میشم به خاطر اینکه روبرو نشم از اتاق بیرون نمیام. حق با توه، میفهمم تو رو، میفهممت، ولی لطفاً به خاطر من یه مدت تحمل کن. دست بر ندار. به خاطر اینکه هنوز بهم اعتماد داری ممنونم. هیچ وقت انتظار نداشتم انقدر خوب با هم رفتار کنی. هنوز تموم نشده. حتی باید درباره گیاهای پیشنهاد شده بیشتر تحقیق کنم. به نظر من برای این راه آکاسیا خیلی خوبه. نظر منم همونه، ولی باید وضعیت بادم بررسی کنیم. باید بگم دست خطت، نقاشید، همه چیز به نظر من خیلی عالیه. ممنونم. میدونی ادا منو به آدم بهتری تبدیل میکنه. یالا لیلا، پرونده هایی که باید بررسی کنی رو بهت میده. باش. یه چیزی بگم، داری آرزوی منو زندگی میکنی الان، تو ایتالیا معماری میکنی. مطمئن باش تو هم یه روز میری ایتالیا. هر وقت خواستی بری بهم بگو تا کمکت کنم. اصلا نگران هیچ چیز نباش. باشه، خیالت راحت. خیلی ممنونم. دکترا رو کجا میخوای بخونی؟ دانشجوی دکترا نیستم، یعنی فعلا هنوز فارغ التحصیل نشدم. تا جایی که من میدونم تو شرکت معماری آرترایف همچین چیزی امکان نداره، ولی انگار تو شرایطت خاصه. برای این استعدادی که داری استثنا ممکنه. آفرین. تونستی باید حرف بزنی؟ آره، چی شد؟ نه، روش من کار نمی کنه آلتکین، به هیچ دردی نمی خوره. این نقشه چرته به درد نخورد. من اگه قبلا به این دختر می گفتم طرز پوششت رو تغییر بدیم فرار می کرد، ولی آنها هرچی بگم میگه باشه، عاشق شده. موندم چیکار کنم؟ ای بابا، اینطوری نمیشه پس. چرا آخه؟ چطوری اینطوری شد؟ خیلی ناراحت میشم. آیدان، به هر حال سرکان باید این مسئله رو بدونه. مطمئنی؟ ممکنه عواقبش خیلی بد باشه. باید مسئولیت اینو گردن بگیرم آیدان. سرکان باید بدونه، نمیتونه با اون دختر باشه. نه، بودجه ها رو اول من باید ببینم. باشه حله، تا من اجازه ندم هیچ کس محل ساخت و ساز نره. باشه. بله مامان.
نه همه چی رو براهه؟ باشه، نه امشب نمیتونم بیام، مشغولم. باشه؟ باشه باشه، فردا حرف میزنیم. باشه باشه باشه. چطوری؟ با افه چطوره؟ خوبه، کارش تموم شد، یکم پیش رفت. باشه سرکان، میشه بیرون یکم حرف بزنی؟ ادا میدونی که کارم زیاده، بمونه برای بعد. باشه حالت خوبه؟ بحث ایتالیاست؟ باشه آره، در مورد ایتالیاست. باشه من میخوام رو درسم تمرکز کنم، حتما بعد از دو ماه میرم. میدونم، مطمئن باش میدونم. یکم پیش صحبتت رو با افر رو شنیدم، چیزی جز ایتالیا نمیگی، گیر دادی به ایتالیا، همه چی رو برنامه ریزی کردی، میخوای شرکت افه کار کنی؟ فکر کنم همه این کارا رو فکر کردی. چه ربطی به افه داره؟ قبل از افه هم این بحث بود. تو نمیای نه؟ بله؟ بین این همه کار نمیتونی بیای، داری دست به سرم میکنی سرکان. که اینطور، که اینطور، از دست تو ادا میگی نمیام. آره؟ چون که اولویت های تو اینجاست. آره آره. کجا میری؟ ادا، داشتم می اومدم پیشت، خیلی فوری اینا رو باید ببینی. یکم کم و کسری دارم. سوزان بمونه برای بعد. باشه باشه. سرکان یه هایی رفت، به نظرت کجا میتونه بره؟ بی خبر رفته؟ آره. اون وقت یه خونه داره، شاید رفته اونجا. آدرسشو داری؟ بفرست برام. میفرستم. منتظرم. باشه. ببخشید. بله بفرمایید. بینجا، به نظر تو این مدل لباسم با این گلا بی ربط نیستش؟ ببین این سوالو میپرسم چون این رنگ سیاه پوشیدم که عشق سیاه همانشون بده، میفهمی که؟ و این گلا هم شادابی و نشاط و جوانی منشون میده، چطوره به نظرت؟ آره خوبه. فهمیدم، نشده، هیچ وقت نمیشه. فهمیدم. آن باشه، شما این گلا رو ببرین بذارین تو گلدون، من نسبت به وضعیت میگم بهتون بیارین یا نه. ببرین. اول از دور نگاش میکنم، خوب بود میرم پیشش. ای بابا چرا اینطوری میکنی؟ قرار گذاشتین خب با هم کنار اومدین دیگه، آخه مگه فقط همین مهم نیست؟ چرت نگو، تو این زمونه نمیشه به کسی اعتماد کرد. ملو بعدن زنگ میزنم. یعنی چی؟ اومدی؟ این دیگه ممکن نیست. آره کافی شاپه، کاپشن سیاه پوشیده. خودت خواستی آقردم، حالا میبینیم. مشکلی پیش اومد، نمیتونم بیام. Oh,
باور کنید اگه یک کم منو راحت بزنید ولم کنید آروم میشم. این کیه؟ بفرمایید. انگین، تونستی زنگ بزنی؟ حتما شماره رو عوض کردی. پلیس؟ چرا با گوشی پلیس زنگ زدی؟ چی شده؟ خوبی؟ اگه خوب باشی هیچی نشده باشه، همه چیز حل میشه، پس خوبی؟ های انگین، گوشید که خاموش بود، نمیدونی چه چیزایی از ذهنم گذشت، نتونستم باهات حرف بزنم، هزار تا فکر کردم. یه فکرایی کردم دیگه انگین. نبودت خیلی احساس میشه. باشه، یه کم دلم برات تنگ شده. گفتم یه کم. خب حالا چی میشه؟ یه خوابی دیدم. چی دیدی؟
یه خواب خیلی قشنگی دیدم. میشه هیچ وقت از اینجا نریم؟ ادا تو هم تصمیم تو بگیر، میخوای اینجا بمونی یا بری ایتالیا؟ چون من با توجه به اون برنامه ریزی میکنم. چه برنامه ای؟ از روم یه خونه گرفتم، یه دفتر اجاره کردم. چی؟ آره، معمارهای اونجا کم کم داره رزومه هاشون رو میفرستن، دست لیلا درد نکنه. تو جدی میگی؟ درسته؟ آره، اینجوری فکر کن، امسال دو ماه تو لندن بودم، مشکل زیادی پیش نیومد، میتونم با تو بیام ایتالیا، اونجا بمونم، اگه مشکلی هم پیش اومد سوار هواپیما میشم و میام اینجا، بعد دوباره برمیگردم. آخر هفته هام از بستنیایی که تو دوست داری میخوری، کتابخونه ها رو میگردیم. باشه ساکت شو، الان گریم میگیره. این کارو میکنم که گریه نکنی. یعنی راستش رو بخوای یه مشکلی هست، اونم اینه که بدون تو نمیتونم زندگی کنم. الان نمیدونم چی بگم. من با عمت حرف میزنم در مورد جریان ایتالیا. باشه، هرچی تو بگی. خوبه، پس یکی دو ساعت دیگه حرف میزنیم. میبینمت. %45 سهام شرکت رو خریدم. همه چیز رو به راهه. هر موقع خواستی میتونیم بیاین استانبول. روز بخیر. خوبی؟ چی کار داری میکنی؟ بعد استراحت کنی؟ میخوام راجع به یه چیزی حرف بزنیم سرکان. باشه؟ میشه بشینی؟ باشه. یه چیزی هست که باید بهت بگم. سالها پیش منم مثل تو یادم حریص و مصمم بودم، به غیر از کار به هیچ چیز دیگه فکر نمی کردم. اون موقع سرم خیلی شلوغ بود، مجبور شدیم بعضی از پروژه ها رو به پیمانکارا بسپاریم، ولی نتونستم سیستم کنترل کیفیت رو گسترش بدم. خیلی از کارا خوب تمام شد، ولی یکیشون کسی که پروژه خونه تابستونی رو بهش داده بودم وسایل رو دزدید، با آدمای ناشی کار کرد، از شن دریا استفاده کرد. چرا الان اینا رو داری به من میگی؟ نمیفهمم. خواهش میکنم حرفم رو قطع نکن، قلبم بیشتر از این طاقت نداره. دیواره دور مجتمع تابستونی رو سر یه خانواده خراب شد و اون خانواده مردن. مامان و بابا برای سالگرد ازدواجشون تو توزلو یه خونه تابستونی گرفته بودن، رفتن اونجا.
دیوار دور مجتمع رو خونه خراب شده بود. اون خانواده یه دختر کوچیک داشتن، یعنی میگفتن یه دختر دارم. من روزی که قرار بود برگردن براشون یه نقاشی کشیدم. بعدش تو خونه ما طبقه پایین یه کمد بزرگه، اونجا قایم شدم، داشتم بازی میکردم، منتظر مامانم اینا بودم. خیلی دنبالش گشتم برای اینکه ازش مراقبت کنم، ولی پیداش نکردم. بعد گوشی همم زنگ خورد، شروع کرد به داد فریاد و گریه کردن. هر دوشون با همش فامیلیشون عوض کرده. منم تازه فهمیدم. سرکان، اسمم دختر بچه. ادا است.